با سلام و احترام خدمت همراهان خوب کانال نیایش، امیدوارم که در پناه خداوند متعال تندرست و شاد باشید. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو سابسکرایب کنید و برای اینکه در جریان ویدیوهای بعدی قرار بگیرین دکمه زنگوله رو فشار بدین. در برنامه امروز میخوایم از حکم شرعی جدا خوابیدن زن و شوهر بهتون بگیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. احکام شرعی جدا خوابیدن زن و شوهر. اتاق خواب محل بسیار مهمی برای رابطه جنسی زن و شوهر است. بنابراین زن و شوهر نباید به علتهای مختلف مانند خوروب و همسر، ترس کودک و حتی اجبار برای خوابیدن در کنار او و غیره از هم جدا بخوابند. آنها می توانند مشکلات خود را حل کنند و هرگز به خاطر وجود مشکلات حق جدا کردن اتاق خواب را ندارند. در صورتی که جدا کردن بستر به معنی عدم رعایت حقوق جنسی زن و مرد نسبت به یکدیگر باشد، از لحاظ شرعی اشکال دارد. جدا خوابیدن زن و شوهر به تنهایی حکم شرعی ندارد، اما حقوق جنسی یکی از حقوقی است که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند. در دین اسلام وظایف زن و مرد در این زمینه کاملا مشخص است. در صورتی که جدا خوابیدن زن و شوهر به معنی عدم تمکین زن و یا عدم تمایل مرد به برقراری رابطه جنسی با همسرش باشد، این یکی از مسائلی است که فقها به بررسی آن پرداختند. هیچ زن و شوهری حق ندارند بستر خوابشان را از هم جدا کنند مگر زمانی که طلاق گرفتند. تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم که زن و شوهر به هر بهانه‌ای مانند خور و بوف همسر، ترس کودک و اجبار برای خوابیدن در کنار او از هم جدا بخوابند. تمام این مشکلات راه حل دارند و باید به دنبال راه حل آن باشیم. حال ببینیم جدا خوابیدن زن و شوهر چه مزیتی دارد. احساس غمگینی، تغییرات خلقی، بروز مشکلاتی در تمرکز، ایجاد تغییراتی در وزن. همچنین فواید خوابیدن کنار همسر به کاهش سطح استرس کمک می کند. همچنین خوابیدن کنار همسر باعث می شود زودتر بخوابید و خواب کافی و مناسب می شود، که این مهم نیز باعث افزایش انرژی شما می شود. همچنین سیستم ایمنی را بهبود می‌بخشد و روند پیری را کم می‌کند. تمام پیامدهای منفی که در اثر جدا خوابیدن زن و مرد به آن اشاره می‌شود، به دلیل از دست رفتن فرصت تماس جسمانی کافی در طول روز است. چرا که هنگام خواب بیشترین و بهترین فرصت برای این امر محسوب می‌شود. تماس‌های جسمی شما و همسرتان فواید سلامتی و هیجانی بسیاری برای هر دوی شما خواهد داشت. دلیل جدا کردن محل خواب از همسر بر میزان پیامدهای منفی آن تأثیر بسیاری دارد. اگرچه به دلیل مشکلاتی که در رابطه عاطفی با یکدیگر دارید، بسترتان را از یکدیگر جدا کرده اید، باید بدانید که این کار تنها منجر به تشدید مشکلات شما می‌شود. زیرا شما با این کار فرصت با هم بودن را بیش از پیش از خود و همسرتان می گیرید. شما برای اینکه بتوانید مشکلاتتان را حل کنید، بیش از هر چیزی به گفتگوی سالم و ترمیم آسیب‌های عاطفی از طریق آن نیاز دارید. پرسش: خوابیدن زن یا مرد به تنهایی در شب چه حکمی دارد؟ از نظر آیت الله مکارم شیرازی این کار کراهت دارد. احادیث و روایاتی از ائمه درباره جدا خوابیدن زن و شوهر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آیا دوست دارید بدترین زنان را به شما معرفی کنم؟ گفتند: بله یا رسول الله. حضرت فرمود: زنی که وقتی با شوهرش خلوت می کند، خودش را از اون منع می کند و به راحتی هم بستر با شوهر نمی شود. مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 167. پیامبر در جای دیگر نیز فرمودند: وقتی زنی در شب رخت خوابش را از شوهرش جدا کند، تمام ملائکه تا صبح او را لعن می کند. نهج الفصاحه صفحه 57 حدیث 187. ایشان همچنین فرمودند: برای زن جایز نیست بخوابد
مگر آنکه خودش را به شوهرش عرضه کند، لباسش را درآورد و پوستش به پوست شوهرش بزند. این کار عرضه کردن است. مسائل شیعه، جلد 20، صفحه 176. حضرت علی علیه السلام نیز فرمودند: اذا دعا رجل امرأته الى فراشت فابت اسیانا لعنت حال ملائکته حتی تصبح. وقتی مردی زنش را صدا بزند به سوی رخت خوابش و زن از روی عصیان اجابت نکند، تا صبح ملائکه او را لعن می کند. روزت الواعظین و بصیرت المعتزین، جلد 2، صفحه 373. هیچ زن و شوهری حق ندارند بستر خوابشان را از هم جدا کنند، مگر زمانی که طلاق گرفتند. تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم که زن و شوهر به هر بهانه‌ای مانند خور و پوف همسر، ترس کودک و اجبار برای خوابیدن در کنار او از هم جدا بخوابند. تمام این مشکلات راه حل دارند و باید به دنبال راه حل آن باشیم.